آیا دولت طالبان و دولت تاجیکستان جنگ منطقه‌ای دیگری خواهد بود؟ سوالی که امروز بر آن خواهیم پرداخت. تنش بین طالبان و تاجیکستان یگانه راه ختم بحران گفتگو است. با دنبال سقوط افغانستان به دست طالبان و برخی ابراز نظرها سوی رهبر تاجیکستان، اوضاع بین دو کشور را تا مرز لشکرکشی نظامی ها در مرز پیش رفته است. تنش ها به دنبال آن ایجاد شد که طالبان کابینه خود را اعلام کرد و این مسئله سوی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به نپذیرفتنی خوانده شد و بر انتخابات و ایجاد حکومت همه شمول تاکید شد. سخنهای اصلی و محوری که طالبان را تحریک کرد پافشاری امام علی رحمان در مورد نفوذ 46% تاجیکان افغانستان بود که در واقع مداخله در امور داخلی افغانستان تلقی شده و مقامات طالبان نسبت به آن هشدار دادند. بدنبال آن قطعات انتحاری طالبان در مرز با تاجیکستان جابجا شده و از آن طرف نیز حدود 20,000 سرباز تاجیکستان در حال آماده باش قرار گرفتند. در این طرف اما جماعت انصارالله تاجیکستان که زیر حمایت طالبان در 20 سال گذشته فعالیت داشت، هشدار به حمله نظامی داده و تاجیکستان را تهدید کرده است. مشکلات جاری تاجیکستان با طالبان ریشه ها و انگیزه های قومی دارد و این چیزی است که رئیس جمهور تاجیکستان نیز بارها به صراحت بیان کرده است. الکسی یاسوف، معاون مدیر اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه روسیه گفته است: ما با نگرانی تنش فزاینده را در رابطه تاجیکستان و افغانستان در زمینه اظهارات سرسختانه رهبران هر دو کشور مشاهده میکنیم. گزارش ها از طرفین وجود دارد که نیروهای مسلح را به مرز مشترک گشانده است. ما از دوشنبه و کابل درخواست میکنیم که به دنبال جایگزین های قابل قبول و متقابل برای حل و فصل وضعیت کنونی باشد. در همین حال ملا برادر معاون اول رئیس دولت طالبان گفته است تاجیکستان در امور داخلی افغانستان مداخله می کند. او هشدار داده که هر اقدام واکنشی نیز خواهد داشت. همچنان ملا برادر می گوید که طالبان به کشورهای همسایه اجازه نخواهد داد که درگیری فرقه‌ای و قومی را به راه اندازند. که در این ارتباط رئیس جمهور تاجیکستان بر تشکیل دولت فراگیر با اشتراک گسترده تاجیک ها تاکید کرده و گفته است با امور داخلی افغانستان دخالت نمی کند، اما همه قشرها باید در حکومت افغانستان سهیم باشد. اگرچه روسیه در حال حاضر هم متحد استراتژیک و حامی راهبرد دولت تاجیکستان محسوب می شود، با هم گفته می شود که ارتباط و تعاملات گسترده و پیچیده با طالبان برقرار کرده و در تلاش است تا از طریق افزایش نفوذ و قدرت سیاسی بیشتر در افغانستان از یک سو جای خالی آمریکا را پر کند و از سوی دیگر تهدیدهای بالقوه علیه امنیت ملی و حیات خلوت خود را در آسیای مرکزی را با وسیله طالبان مهار سازد. بنابراین درخواست روسیه از دو طرف تنش یعنی تاجیکستان و طالبان برای پرهیز رویارویی و روی کرد به تعامل با منظور تحقیق اصلی ترین هدف مسکو یعنی جلوگیری از تقابل بیشتری دو طرف صورت گرفته که ارتباط روسیه با هر کدام از آنها اهمیت فراوانی دارد. با بیان واضح‌تر، روسیه هرگز مایل نیست دولت نو بنیاد طالبان وارد جنگ تازه با یک از همسایگان افغانستان شود. از آن سو نیز نمی‌خواهد تاجیکستان با گروه درگیری جنگ شود که حتی از نظر روسیه نیز ارتباط تنگاتنگ با گروه‌های جهادی با ویژه نیروهای اسلام‌گرایان فعال در آسیای مرکزی دارد و نمی‌تواند با استفاده از این سلاح پنهان امنیت همسایگان شمالی افغانستان را مختل کند و با کمک اسلام‌گرایان رادیکال تاجیک و دیگر همفکران آنها در سایر جمهوری آسیای میانه ضربات سخت بر تاجیکستان وارد آورده تا به این ترتیب حیات خلوت روسیه تحت عناصر رادیکال و تندروی متحد طالبان تبدیل شود. افروز بر این مسکو میداند که در صورت بروز جنگ مستقیم میان تاجیکستان و طالبان مجبور است از تاجیکستان حمایت کنند، زیرا دولت دوشنبه متحد راهبرد روسیه است و زیر چتر امنیت مسکو به سر میبرد و همین دلیل نیروهای نظامی روسیه در خاک خود جا داده است. از جانب دیگر اگر روسیه در جنگ احتمال تاجیکستان و طالبان جانب دوشنبه را نگیرد، این خطر وجود دارد که چریک های طالبان با توجه به تجربه ای که در طول این سالها اندوختند در جنگ پارتیزانی بر غلبه بر ارتش منظم تاجیکستان و از ده ها سال گذشته در افغانستان را به تاجیکستان و حتی فراتر از آن گسترش تعمیم دهند. با این ترتیب موج افراد گرایی و توریسم سراسری آسیای مرکزی و چه بسا قلمرو سرزمین روسیه را فرا بگیرند. با این حال انتظار نمی رود که تاجیکستان صرفاً به توصیه مسکو و بدون دست یافتن به اهداف خود از تقابل و تنش جاری با طالبان از این موضوع قبل‌نشینی کند و به این ترتیب حکومت تقاومی طالبان در افغانستان را که تصور می کند با حذف هدفمندان تاجیک ها از بدنه قدرت شکل گرفته و خطر آنی و مستقیم علیه آینده سیاسی رهبران تاجیک
که متحدان قومی تاجیکستان محسوب می شوند خواهد بود، را به رسمیت بشناسد و به قدرت و استحکام آنها کمک کند. علاوه بر این، دولت تاجیکستان تصور می کند که اگر همین اکنون که طالبان تازه از جنگ فارغ شده، هنوز یک نیروی نظامی منسجم و مقتدر ندارد و از قدرت لازم برای رویارویی با یک ارتش منظم، یک کشور همسایه مورد حمایت مستقیم و گسترده روسیه برخوردار نیست. جلوی گرایش های قومی و رویکرد یک جانبه آن را نگیرد. در بلند مدت با استقرار دولت طالبان و تشکیل نیروهای زبیده و آموزش دیده، این خطر وجود دارد که طالبان با اعمال سیاست های مانند کوچ اجباری و تغییر بافت جمعیت منطقه شمال افغانستان، بیشتر از پیش قدرت قومی تاجیکان را در معادلات سیاسی و اجتماعی افغانستان ضعیف کند، که در آن صورت نه تنها تاجیکستان منافع مهم خود را در معادلات افغانستان از دست خواهد داد، بلکه با یک دستسازی قومی شمال افغانستان، امنیت داخلی خود آن کشور نیز در معرض تهدیدات جدی و مستقیم قرار خواهد گرفت. با این وضع، تقابل جاری تاجیکستان با طالبان ریشه‌ها و انگیزه‌های قومی دارد و این چیزی است که رئیس جمهوری تاجیکستان نیز بارها به صراحت بیان کرده است. در حال حاضر نیز گفته می شود که بخش عظیم رهبران و نیروهای وابسته به جبهه مقاومت ملی افغانستان در تاجیکستان به سر می برند و از حمایت مستقیم دولت دوشنبه برخوردار هستند، چیزی که در گذشته نیز وجود داشته و تاجیکستان در جریان جنگ جبهه مقاومت اول علیه طالبان نیز از حامیان سرسخت ائتلاف شمال محسوب می شد. بنابراین روسیه اگر در صدد جلوگیری از هر گونه تقابل و جنگ احتمالی بین تاجیکستان و طالبان است، به نظر نمی رسد که گزینه های زیادی برای تحت فشار قرار دارند دولت دوشنبه برای عقب نشینی از موضع کنونی خیش داشته باشد. به همین دلیل ناگزیر است که طالبان را تحت فشار قرار دهد تا یک دولت فراگیر به معنای کلمه واقعی با حضور و مشارکت معنیدار جریان های سیاسی و قومی افغانستان به ویژه تاجیک ها تشکیل دهد و به این ترتیب جلوی هسته گذاری و تشکیل جبهات جدید و مقاومت علیه دولت خود را بگیرند. اما راه حل ختم تنش ها در دو سوی مرز فقط تعلق به گفتگو است و بس. اگر دو کشور معقولانه حرکت نکند، احتمال جنگ وجود دارد و در صورت بروز درگیری منطقه ای را بحران فرو خواهد برد که برای سالها ادامه خواهد یافت و تبعات آن احتمالا تا وسط قرن حاضر کشور این حوزه را درگیر خود خواهد کرد. بنابراین دو کشور نخست باید از تضادها و اشتهاکات دوری کرده و بیشتر روی نقاط مشترک از جمله مسائل اقتصادی و ترانزیتی و تجارتی تمرکز کنند و ثانیاً از ابراز نظرهایی که تحریک کننده است پرهیز نماید و بگذارد که مسائل داخلی هر طرف به خودش مربوط باشد. افغانستان با تاجیکستان مانند سایر کشورها همسایه، اشتراک عمیق فرهنگی، نژادی، تاریخی و مذهبی دارد و محال است که این کشورها بتوانند در تجرد به حیات سیاسی خود ادامه بدهند. بنابراین حفظ روابط و انجام گفتگوها و دیالوگ میان دو طرف از مسائل منطقی است و هر دو جانب را قادر می سازد که با نقاط مشترک و دیدگاه همسو نسبت به قضایا برسند و خطر جنگ و درگیری مسلحانه را شدیداً کاهش می دهد. اینجا مسئولیت کشورهای دیگر منطقه نیز است که میان دو طرف رایزنی کرده و با ایجاد کانال های ارتباطی و انجام گفتگوها با دو طرف در ختم تنش ها یاری رساند. اما هر دو طرف باید بفهمد که جنگ بسید هیچ کسی نیست و در جنگ برنده و بازنده همه‌شان یک است. همه می فهمد که جنگ همه چیز را ویران و تباه می کند و ملل منطقی را از پیشرفت و رفاه و تعلیم باز می دارد. با وجه که این ملت ها جنگ ها و خسارات زیاد را نیز متحمل شده و تازه می خواهند که از یوغ استعمارگری خارج شوند.